خب جلسه پرسش و پاسخ سشن 5 ظاهرا سوالی نیست، من فقط یکم یه توضیح کوچیک بدم. اولا این روش متا پروگرامینگ، حالا من بهش میگم این کاری که من با ماکرو اینجا کردم قدرتش خیلی زیاده، باش خیلی کارا میشه کرد، ولی ماکرو این شکلی وقتی بنویسی این برش یعنی داری یه کاری رو اشتباه انجام میدی. معمولا با یک با چند تا هلپر فانکشن و مخصوصا وقتی ترکیبش کنی با تمپلیت پروگرامینگ که اونم کامپایلر هم اتفاق میفته، معمولا خیلی کدات بهتر میشه، خواناتر میشه. ولی میبینید دیگه خواناییشو از دست میدی، یعنی من ساده ترین کاری هم که میکنم خواناییشو دارم، خوانایی نداره. اولین بار یکی این تکنیکو نشناسه این کدو ببینه نمیدونم فکر کنم دچار خونریزی مغزی بشه. من خودم مسلما اینجوری بودم از رو تجربه خودم دارم. به هر حال این تکنیک قدرتش خیلی زیاده، مخصوصا برای دیتا دیفینیشن. ببین من الان یه جور دیتا دیفینیشن لنگویج تقریبا درست کردم، دیتا خام رو من تعریف میکنم یه بار از روی این یه عالم کد تولید میکنم، ببین میگن دومین اسپسیفیک لنگویج. حالا برای توصیه نمی کنم که اگر مسلط نیستین از این تکنیک استفاده کنید، منتها استفادهش خیلی زیاد، خیلی استفاده داره. از موقعی که من یاد گرفتم بدون اینکه تلاش زیادی بکنم برای اینکه همه جا از این استفاده کنم، بی اختیار همه جا از این استفاده کردم، یعنی همه جا بهترین آپشنم بوده. برای تو اناما و اینومریشن و این چیزا که دیگه خیلی عالیه، وقتی اینومریشن رو میتونید به استرینگ کنید یا برگردونید خیلی راحت میتونید فانکشنش رو اتوماتیک جنریت کنید باز تو از همین همچی تکنیکی. یه توضیح دیگه کلی میخواستم در مورد این بگم که ویدیوهای قبلی من نگاه میکنم توشون، فکر کنم اینو شاید یه بار دیگه هم گفته باشم، توشون غلط خروط زیاد من میگم، حرفای نامفهوم زیاد میزنم، مثلا یه چیزی میخوام بگم یه چیز دیگه میگم به جاش، یعنی خودم که میبینم با خودم میگم تو که بلدی اینا، چرا این کلمه رو اشتباه گفتی، چرا به جای مثلا جی ایکس گفتی وای. الان مثالم حالا تو ذهنم نیست، مثالی که بخوام بگم دلیلش واقعا اینه که اینجا من دارم کد می‌نویسم، دارم فکر می‌کنم که چی بنویسم، بعدین چیه، چی بگم، چه چیزی شاید لازم داشته باشه توضیح بدم، خوبش چجوریه، بعدش چجوریه، باید همه این چیزا فکر کنم و همین جوریش من خیلی رو این مفاهیم مسلط لزوما نیستم رو همه چی، و از همون من یه چند درصدی هم میام پوینتر، مثلا 60 درصد توانایی میتونست مثلا اون توانایی متوسطی که دارم. به خاطر همین اشتباه های من امیدوارم ببخشید، وقت جایی که اشتباه حرف میزنم بیشترش دارم اشتباه حرف میزنم، یعنی درستش رو بلدم ولی اشتباه میگم. آیدین واقعا سوالی نداری؟ نه من لذت بردم از این متا پروگرامینگ. آره دیگه متا پروگرامینگ، متا پروگرامینگ به این معنی که برنامه من می‌نویسم که برنامه تولید کنه دیگه. من این تیکین رو نوشتم و یک کد کوتاهی می‌نویسم که یک کد بزرگی ازش تولید بشه. متا پروگرامینگ دیگه. اگه این متا پروگرامینگ نیست پس چی متا پروگرامینگ؟ کد جنریشن اوتو سیمک این چیزی خب آره به هر حال همینجوری همه برنامه‌نویسی اینجوریه. نه خود همین کدی که من می‌نویسم از روی این آبجکت کد تولید میشه و زبان ماشین تولید میشه و الی آخر همه برنامه‌نویسی طبق تعریف همینه دیگه، مگر اینکه مستقیم بری کد زبان ماشین تو بگز با فرانت پنل وارد کنی مثلا تو کامپیوتر یا پنج سال پیش. آره دقیقا کوین ندارم خب همین حرف دیگه ندارم. وسط حرف بودم. آره اصلا من اکثر سوالا رو تو استرات پرسیدم، مثلا اینکه ما از این فایل استفاده میکنیم برای ذخیره کردن کانفیگوریشن مثلا آره این کانفیگوریشن اونها حالا خواهید دید. مثلا من باتن مپ هامو اینکه چه باتنی چه کار بکنه رو توی فایل جداگانه ذخیره میکنم، یعنی تو کانفیگوریشن اصلی احتمالاً ذخیره نمیکنم، فایل جداگانه ذخیره میکنم. مثلا احتمالاً حالا اشاره کردم تو ویدیو یه کانفیگوریشن برای دل روده گیممون خواهیم داشت، کانفیگوریشن برای اون چیزایی که یوزر میتونه تنظیم کنه خواهیم داشت. دل روده گیم هم یوزر همیشه میتونه بره عوض کنه دیگه، ولی به هر حال احتمالاً یه فایل کانفیگوریشن برای یا از همین فرمت ممکنه برای یه سری دیتا دیفینیشن هامون استفاده کنیم، برای یه چیزایی مربوط به دیزاین، برای پارامترهای دیزاین و تویک کردن پارامتر دیزاین، ولی خب برای لول هامون ما فرمت خاص خواهیم داشت. ممکنه این چیزی هم که توی این هفته اخیر چند تا جلسه دیزاین هم ما گذاشتیم در مورد دیزاین، واسه یه ذره
برین استورم کردیم شاید بره به سمت بازی نتورکی و مالتی پلیئر اونوری، یعنی بازی ساده بشه تبدیل بشه به بازی مالتی پلیئر فست پیس دو شوت و فلان و اینا. نمیدونم هنوز تصمیم نهایی نشده. به هر حال رو کدی که الان داریم مینیکسین تأثیری نداره، این کدی که داریم مینیکسین پایه هایی هن که الان مثلا کانفیگوریشن فایل خیلی واقعا کجای بازیه چقدر مهمه، خیلی مهم نیست، ولی چیزایی که برای این کانفیگوریشن فایل داریم مینیویسیم همه جا استفاده میشه و یه جایی اینا به هم وصل میشن میبینید که داره بازی میشه. حالا این دوره کمی ولی بران قدم بعدی ما فکر میکنم جلسه بعد به سمت گرافیکس و رندرینگ انجین اون بریم، فکر میکنم کار منطقی باشه. حالا اگه تصمیم باز عوض نشه دیگه واقعا خدافظ.